هشدارها به رژیم جمهوری اسلامی در مورد فروپاشی قریب الوقوع از سوی منتقدان و حتی خودی های این رژیم اصلا مسئله تازه ای نیست. مخالفان رژیم هم که به ویژه طی 10 سال گذشته همواره از اوضاع نابسامان رژیم علی خامنه ای سخن گفتند. چند وقت پیش نیز یکی از سیاستمداران آلمانی با اشاره به ضرب المثل فارسی از این ستون به ستون دیگر فرج است گفته بود که این وضعیت کنونی رژیم علی خامنه ای است و آنها تنها سعی می کنند که ماه به ماه بقای خود را تضمین کنند. اما اکنون در مقاله بی سابقه دو روزنامه داخلی در ایران هم اذعان کرده اند که شعار دیگه تموم ماجرا واقعی است و باید خیلی خوش شانس باشیم که حتی بتوانیم با این وضعیت تنها 1 سال دیگر دوام بیاوریم. در ادامه به متن این گزارش جنجالی که برخی میگویند باعث بسته شدن یکی از این روزنامه ها شده است خواهیم پرداخت و دلایل آنها برای فروپاشی قریب الوقوع رژیم را مرور خواهیم کرد. با ادامه این برنامه همراه باشید. روزنامه جهان صنعت چاپ تهران ضمن پرداختن به رابطه رژیم جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به بنبست اصلی رژیم اشاره کرده و نوشته است که حتی اگر تمام دنیا با ما دوست شوند و حتی اگر تمام تحریم‌های بین المللی علیه ما لغو شود و بتوانیم حتی بیش از حد معمول نفت صادر کنیم، باز هم مشکلات و چالش‌های نظام سر جای خود باقی می‌ماند، چرا که استراتژی‌هایی که در داخل وجود دارد نمی‌توانند هدایتگر مسیر پیشرفت باشند و از طرف دیگر مردم نیز دیگر از ما کاملاً بیزار شدند. این روزنامه با اشاره به حرف‌های محمد قرضی از مؤسسین اصلی سپاه پاسداران از ورشکستگی‌های تقلاهای نظام در گرم کردن تنور انتخابات خبر داده و نوشته است که قدرت سیاسی تمام تلاشش را می‌کند که بتواند اجماعی به وجود بیاورد و با کاندیداهایی که معرفی می‌کند رضایت مردم را ایجاد کند که موفق نمی شود. این روزنامه همچنین اظهارات عبدالله ناصری از جناح موسوم به اصلاح طلبان را انعکاس داده که ناگزیر شده اعتراف کند براندازی را یک واقعیت می داند. وی گفته است نباید کتمان کرد که بعد از سال 1396 و با ضعف عمل کرده دولت از یک سو و سخت‌تر شدن هسته قدرت از سوی دیگر و در اختیار گرفتن امور کشور از سوی دولت موازی، مردم دیگر برای انتخابات انگیزه کافی ندارند و به طور کلی از ما قطع امید کردند. او گفته که اعتراف می کنم شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا واقعیت دارد. این روزنامه همچنین درباره گرانی و تورم و فقر روزافزون جامعه هشدار داده و نوشته است که باید از زمانی ترسید که دیگر آتش فشان مردم گرسنه و فقر هیچ گونه ترمزی را نپذیرد. این روزنامه نوشت که زمانی که بیماری اخیر در ایران شیوع پیدا کرد، کشور ما نه آمادگی زیانهای سخت اقتصادی این بیماری را داشت و نه وضعیت معیشتی مردم آنگونه بود که بتوانند چند ماه رکود اقتصادی شدید ناشی از قرنطینه را تحمل کنند. پس بیماری مستقیماً به روح و روان و تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات حمله کرد و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات روحی و روانی شد. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که این آسیب‌ها از قبل در کشور ما وجود داشته، اما با شیوع بیماری اخیر این آسیب‌ها از نقاط تاریک جامعه بیرون آمده و خود را بیشتر نمایان ساخته است. این روزنامه با اشاره به خوشگذرانی آقازاده‌ها در کشورهای همسایه نوشت که برخی از مسئولان برای شنا و سونای آخر هفته به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و روز بعد در پشت میزشان از مشکلات و دردهای مردم می‌گویند. در مقابل فروش نوزاد به دلیل فقر به شکل چشمگیر و آزاردهنده‌ای رشد یافته، یا اینکه مردم برای سیر کردن شکمشان رو به سرقت تلفن همراه یا کیف قاپی آورده‌اند و مطابق آمارهای رسمی
آمار سرقت در چند سال اخیر 5 برابر شده است. شایان ذکر است که موضوع پیش فروشی نوزادان بر حسب سفارش و همچنین فروش جنین متاسفانه روشی است برای کسب درآمد و تأمین مخارج خانواده هایی که این روزها درآمدی ندارند. همچنین فروش اعضا مانند کلیه یا قسمتی از کبد و غیره تا حدی زیاد شده که کافی سری به بیمارستان های تخصصی کلیه در تهران و شهرهای بزرگ بزنیم. مثلا در میدان ونک تهران کافیست به بیمارستان هاشمی نژاد بروید تا ببینید تمام کوچه ها، کرکره های پارکینگ منازل، تیرهای چراغ برق و تابلوهای راهنمایی و رانندگی پر از اعلامیه فروش کلیه با گروه های خونی مختلف است. این روزنامه در پایان هشدار می دهد که باید از زمانی ترسید که دیگر آتش فشان گرسنگان هیچ گونه ترمزی را نپذیرد. گفتنیست با اوجگیری جنگ قدرت در سطوح بالای رژیم، یک عضو خبرگان رهبری آژیر خطر را کشید و گفت که اختلافاتی که به نفرت و عدم اعتماد ختم شود و طرفین همدیگر را خائن خطاب کنند برای ما خطرناک شده است و این وضع کنونی نظام است که می تواند منجر به فروپاشی شود. هاشم هاشمزاده ی حریصی در گفتگو با سایت جماران گفت متاسفانه کشور ما مشکلات زیادی دارد، در حالی که اقشار جامعه به پایین فقر پرتاب می شوند مسئولان به بالای ثروت صعود می کنند. وی افزود در این میان اختلافاتی که میان برخی مسئولین بروز کرده همین اندازه خطرناک است. عده‌ای کشور را به دو دسته خائنان و خادمان تقسیم کرده اند و آنهایی هم که خود را خادم مطلق می پندارند خیلی رفتارها می کنند که خیانت به مردم است. او گفت مسئولین اختلافات را کنار بگذارند. وقتی که مردم این اختلافات را پیدا می کنند کمر نظام می شکند، مثل اکنون که اوضاع خیلی خراب است. او گفت اینگونه مردم هم حس پیروزی کاذب پیدا می کنند. مجلس گمان می کند که با برخی رفتارها بر دولت پیروز شده و یا همینطور برعکس. اگر این رویه ها ادامه یابد شاید این ادعا درست از آب در بیاید که با اختلافات جناحی در حاکمیت ما قطعا زمین می خوریم. وی ادامه داد که به جان هم افتادن های ما مردم را هم به جان ما می اندازد. بنابراین نتیجه همین می شود که می بینید. متاسفانه همگی در یک کشتی نشسته ایم و در کمال ناباوری در حال سوراخ کردن آن هستیم و اینطور که به نظر می رسد به زودی همگی با هم در داخل همین کشتی غرق می شویم. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.